به نام خداوند بینیاز شاگردای عزیز اسلام علیکم و رحمت الله و برکاتو امیدوار هستم که همه جور صحتمند خوش و سرحال باشین درس امروزی ما که مربوط ساینس سنف ششم می باشد در ادامه به درس سیستم عصبی انسان است که یک مقدار درس شما در گذشته آموختین امروز به ادامه درس ما می پردازیم. یعنی در درس گذشته ما شما یاد گرفتیم که سیستم عصبی از جمله مغلقترین اعضای بدن می باشه و یا از جمله مغلقترین سیستم های اعضای بدن است که تمام فعالیت های حیاتی بدن ما را کنترل می کنه و این هم چنان فهمیدین که سیستم عصبی انسان به سی بخش عمده تقسیم می شود که شامل دماغ، سیستم عصبی محیطی و سیست شامل سیستم عصبی مرکزی، محیطی و خودکار می باشد. یعنی در کل سیستم عصبی به سی بخش تقسیم می شود که شامل سیستم عصبی مرکزی، محیطی و خودکار می باشد. سیستم عصبی مرکزی باز هم به با دو بخش تقسیم می شود که شامل دماغ و نخای شوکی می باشد. باز هم دماغ به سی بخش تقسیم میشه که شامل دماغ اکبر، دماغ اصغر و نخای مستفیلی میباشه. شما در این تصویر هم دیده میتونید در کتابتان در صفحه یا زهام کتاب، صفحه ببخشین دهم کتاب ببینین که دماغ اکبر، دماغ اصغر، نخای مستطیلی میباشه که سیستم عصبی مرکزی به سی بخش تقسیم شده و همچنان نخای شوکی را ببینین که در داخل ستون و فقرات قرار دارد. درس ما شما تا قسمت سیستم های عصبی یعنی قسمت سیستم عصبی مرکزی بود که دماغ اکبر از و نخای مستطیل دیله در درس گذشته خواندین امروز ما شما در مورد نخای شوکی بس کنیم که کدام فعالیت های حیاتی را به عهده دارن آیا مهم هست یا نیست دقیقا زمانی که از سیستم عصبی مرکزی نام میبریم یعنی مرکز از تمام پیام ها و فعالیت های حیاتی وقتی که از بدن سراسر سر بدن جمع میشه به سیستم عصبی مرکزی میرسه و کنترل کننده تمام اعمال حیاتی ما سیستم عصبی مرکزی میباشه و اما سیستم نخای شوکی هم از جمله اجزای سیستم عصبی میباشه که تمام اعضای بدن ما در رابطه و تمام اعضای بدن ما یعنی که فعالیت های کل بدن را کنترل میکنه و به دماغ میرسانه یعنی به سیستم عصبی مرکزی میرسانه فعالیت ها را در قسمت تصویر شما ببینید که تمام رشته های عصبی سر تا سر بدن ما را فرا گرفته به همین دلیل است زمانی که یک قسمت از بدن ما میسوزه یا صدمه میبینه یا زخمی میشه دفعه تنقص العمل نشان میدیم یا تمام فعالیت هایی را که انجام میدیم که فکر میکنیم یا بدن ما حرکات مختلف بدن ما همه و همه کنترل میشه به این معنا است که نخای شوکی پیام را از سر تا سر بدن جمع میکنه و به قسمت عصب مرکزی میفرسته پس درس امروز ما در رابطه با نخای شوکی میباشه که وظایف خاص خود داره و امروز در مورد نخای شوکی خاتم خب نخای شوکی نخای شوکی در کدام قسمت از اعضای از بدن قرار داشت برتان گفتیم آفرین نخای شوکی در داخل ستون فقرات قرار داره پس موقعیت نخای شوکی داخل ستون فقرات قرار دارد دارد خب وظیفه نخای شوکی چی می باشه وظیفه نخای شوکی وظیفه نخای شوگی جمع کردن پیام از سر تا سر بدن از سر تا سر بدن و رسانیدن آن به اعصاب مرکزی و همچنان عقز پیام از اصحاب مرکزی و دوباره فرستادن به سر تا سر بدن و عقز پیام از اصحاب مرکزی و فرستادن به سر تا سر بدن خب مثال خوب, خوب همین است که گفتیم وقتی که دست میسوزه و به شکل دورانی مثلا دست ما به قسمت قرار داره دست میسوزه نخای شوکی خبر را جمع کرده برای عصب مرکزی می فرسه. مرکزی. مرکزی. عصب مرکزی دوباره پیامه برای نخواه شوکی می ده که دوباره انتقال می ده و پس به اعضای حسی می رسه. یعنی اول خبر برای مغز می رسه مغز دوباره پیام می فرسته. وظیفه نخای شوکی پیام از سر تا سر بدن می باشد. ششته های شوکی در تمام قسمت های بدن مشروب بخش است. یعنی هیچ قسمتی از بدن ما نیست که در او قسمت رشته های عصبی وجود نداشته باشد. بجاز با از نخون ها و موها. و می دلیل است که وقتی که نخون های یا موهای ما را قطع میکنیم درد احساس نمیکنیم چون در اونجا رشته های عصبی وجود نداره و نه جریان رشته های امی سیستم نخای شوکی و رشته های عصبی که از او در سر تا سر بدن نشر و پخش شده و دو بخش امده تقسیم میشه که شامل اعضای حسی و اعضای حرکی می دو بخش امده. پس گفته میتونیم که رشته های عصبی و دو بخش امده تقسیم میشن که بارت از حسی و حرکی می وظیفه رشته های که حسی هستند چی هست و از حرکی چی می باشد؟ فعالیت های غیر ارادی خب ببخشیم. رشته های حسی وقتی که ما گفتیم همی که باز هم تکرار میکنیم وقتی که یک قسمت از بدن ما می میبینه او را حس میکنیم مربوط به حواس ما هست بنابراین رشته های عصبی که حسی هستند، پیام را می رسانند برای دماغ. چیزی را که ما حس می کنیم، گرمی، سردی و غیره عامل بیرونی را. و حرکی مربوط به اعضای حرکی بدن ما می شود. و به طور و مثال، حرکت کردن، را رفتن، تمام فعالیت های حرکی را که انجام می مربوط می شود به سیستم به اعضای حسی حرکی. ببخشین به اعضای حرکی. و همچنان خواب کردن مثلا زمانی که آم، آم، ما نیاز زیاد برای خواب کردن داریم چون که دماغ ما نیاز به استراحت داره وقتی که فعالیت های حیاتی روزمره را انجام میدیم کارهای زیاد روزمره را دماغ ما خسته میشه اگر خواب نشویم دماغ به خوبی فعالیت کردن نمیتونه مسئله دیگه تغذیه درست برای دماغ میباشه یعنی از غذاهای خوب باید استفاده کنیم تا که مغز ما تغذیه درست باشه مقدار گلوکوز و کافی داشته باشه انرژی داشته باشه تا مقدار انرژی مورد ضرورتش به مصرف برسه پس رساندن صدمه برای سیستم بر دماغ باید که دماغ را حفاظت بکنیم کوشش کنیم که صدمه بیرونی بر از اون نرسه یعنی مثلا در صورت که دماغ ما صدمه می بینه در اثر کدام حادثه که تصادفان می میباشه این سبب میشه که انسان به طرف دیوانگی بکشانه یا که کاملا انسان از بین بره دماغ گفتیم در بین جمجمه قرار داره و از سیستم اصاب مرکزی و محافظت میشه و میدردیب همین نخای شوکی هم در داخل ستون و فقرات قرار داره و محافظت میشه اگر بر ستون و فقرات صدمه برسه نخای شوکی صدمه میبینه و اگر بر جمجمه یا کاسه سر ضربه برسه سیستم عصب مرکزی هم صدمه میبینه بنابراین و سبب میشه که انسان از وین بره یا که دیوانه شود استفاده دخانیات به خاطر حفاظت سیستم عصبی ما برای حفاظت دماغ ما از دخانیات تا حد امکان نباید استفاده کنیم یعنی جلوگیری از استفاده دخانیات مثلا کدام دخانیات مواد مخدر، سیگار، نسوار، مواد که در تشکیلش تنباکو هست یعنی مثل سیگار و دیگر موادی که مخدرات در خود دارن از استفاده از اونو جلوگیری کنیم تا که سیستم عصبی سالم و خوب را داشته باشیم سوالات ارزیابی کتابتان شاگردای عزیز به خاطر از اینکه درس بهتر در ذهنتان جای بگیره فراموش نکنید که درس یک بار دیگه از روی کتابتان تکرار میکنین و سوالایی که ارزیابی میباشه چون اینجا حضور ندارین که من پیشتان بپرسم میشه که در کتابچه هایتان نوشته کنین و جوابایی را همچنان برسانین در کتابچه هایتان سوال اول قسمی از سیستم عصبی انسان به کدام قسمت ها تقسیم شده است شما میشه که سیستم عصبی انسان را نام بگیرین که به کدام قسمت ها تقسیم شده در موردش تشریحات زیاد نمیدیم فقط نام میگیرین خب سیستم عصبی انسان به سه بخش تقسیم میشه که شامل شامل عصب مرکزی و سیستم عصبی محیطی و خودکار میباشه وظیفه دماغ اصغر و نخای مستطیلی را نام بگیرین خب وظیفه دماغ اصغر چی است وظیفه دماغ اکبر چی است هر دوی از اینا را شما باید نام بگیرین که دماغ اصغر امی فعالیت های غیر ارادی را به عهده داره و نخای مستطیلی که کدام وظیفه را داره نخای مستطیلی هم تمام وظایف غیر ارادی را به عهده داره که از جمله میشه بگیم که از مغزا تنفس و غیره اعمال را به داره نخای شوکی در کجا موقعیت داره خب نخای شوکی موقعیتش در کجاست میگیم که در داخل ستون فقرات موقعیت داره و توسط ستون فقرات محافظت میشه چه چی چیزها به دماغ آسیب میرسانند خب فکر کنید به دماغ چی چیز خاصی برسانده میتونه مثلا استفاده دخانیات میتونه برای دماغ آسیب برسانه به خاطر از اینکه خون غلیظ میسازه خون خوب درست به شکل درستش بر مغز ما نمیرسه وقتی که اکسیژن نرسه بر مغز و خون نرسه بران درست تولید انرژی کردن نمیتونه گلوکوزی که اگر در مغز وجود هم داشته باشه وقتی که اکسیژن نرسه سوخته نمیتونه و انرژی تولید نمیکنه پس میشه بگوییم که دخانیات برای دماغ صدمه بر میرسانه و در ضمن از این ضربات خارجی که بر دماغ ما مثلا کاسی سرصدمه ببینه یا که صدون فقرات صدمه ببینه که سبب فل شدن انسان میشه سبب دیوانگی شده میتونه و یا هم سبب از بین رفتن انسان شده میتونه خوب شاگرد های عزیز خدا کنه که از درس امروز چیز آموخته باشین و همچنان شکل سیستم عصبی را فهمیده باشین که دارای چه قسمی یک شکل است و به چند بخش تقسیم شده تمام این موضوعات با به ذهنتان جایگزین بسازین و درس را بارها بارها تکرار بکنین و همچنان به شکل چارت وقتی که تقسیم بندی میکنین قسمی که در تخته نوشته کردیم سیستم عصبی را در درس قبلی شما دیدین که گفتیم که سیستم عصبی به کدام بخش ها تقسیم شده به شکل مرتب و منظم تقسیم بندی از او را حفظ کنین یاد بگیرین و بعدا وظایف هر یک را حفظ کرده یاد بگیرین شاگردای عزیز درس امروز ما در همین جا به پایان میرسه و امیدوار هستم که از درس به شکل خوب و با وجه احسن شما آموخته باشین و فراموش نکنید که درس ها را به شکل منظم مرتب باید تعقیب بکنید. و سلسله مراتب درس در نظر بگیرین تا ای که یک درس اگر رها کنید به درس دیگه بپردازیم بازی قسم درس به خوبی و درسی نمی فامین. شما را به خداوند بینیاز می سپارم درس ما دهم ده همجه به پایان میرسه الله حافظ و نگهدارتون